شخصی بود که به مردم قرض می داد و به خدمتکارانش توصیه کرده بود که هرگاه زمان باز پس گرفتن قرضها فرا رسید به افراد توانگر مهلت دهند و از افراد تنگ دست درگذرند. آن مرد وفات یافت و الله متعال هم از گناهان او درگذشت. بنابراین خیر و خوبی جز خیر و خوبی به بار نمی آورد و کسانی که در دنیا نیکوکار بودند در آخرت نیز در زمره نیکوکاران خواهند بود و بدکاران هم در دنیا و هم در آخرت در زمره بدکاران خواهند بود، چرا که پاداش هر کار از جنس خودش است و الله متعال به هیچ کس ستم نمی کند. الله متعال می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش نیکی کردن جز نیکی دیدن خواهد بود؟ هر کس که نیکی کند الله به او نیکی می کند و هر کس ببخشد الله به او عطا می نماید و هر کس که از خطای دیگران درگذرد الله از خطای او می گذرد و هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند الله متعال در دنیا و آخرت عیوبش را می پوشاند و هر کس که بر تنگ دستی آسان بگیرد الله در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد. هر کس که غم و اندوه مؤمنی در دنیا را برطرف سازد الله متعال غمی از غمهای قیامت را از او برطرف می سازد و هر کس برای برآورده کردن نیازهای برادرش تلاش کند الله متعال نیاز او را برآورده می سازد. خداوند رحمان رحمتش را شامل انسانهای مهربان می گرداند. تا زمانی که بنده برادر مسلمانش را کمک و یاری کند الله متعال او را یاری خواهد کرد. و در مقابل اینها الله متعال می فرماید: من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها. هر کس عمل بدی انجام دهد در آخرت جز به مانند آن کیفر داده نمی شود. هر کس که به دنبال شهرت باشد خداوند دستش را رو می نماید و هر کس ریاکاری کند خداوند ریاکاریش را آشکار می سازد و هر کس در پی برملا ساختن امور پنهانی برادرش باشد الله امور پنهانی خودش را آشکار می سازد و هر کس به مسلمانی آسیب برساند الله متعال آن آسیب را به او باز می گرداند و هر کس مسلمانی را فریب دهد الله متعال آن فریب را به خودش باز می گرداند و هر کس مسلمانی را دچار سختی و مشقت کند الله متعال او را دچار سختی و مشقت می کند و هر کس مسلمانی را در جایگاهی که به کمک نیاز دارد تنها بگذارد الله متعال او را در جایی که دوست دارد به او کمک شود تنها می گذارد. الله متعال می فرماید: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. هرچه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداست، سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهایی که می کنند کیفر می دهد و نیکوکاران را در برابر کارهایی که می کنند به بهترین وجه پاداش عطا می کند.